سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: اعلام نتایج آزمون ورود به نهادهای تحصیلی سال 1394 هجری خورشیدی. وزیر تحصیلات عالی میگوید که نزدیک به 150 هزار تن به نهادهای تحصیلی راه یافتند. موضوع مهم دیگر جلوگیری از نفوذ افراد غیر مسئول در این پروسه ملی بوده که کاملا از حضور و نفوذ این افراد در محلات امتحان جلوگیری به عمل آمده است. بررسی حیف و میل پولهای پروژه های شورای عالی صلح. مجلس سنا از حکومت می خواهد تا درباره چگونگی فساد در این شورا به مردم اطلاع دهد. رسول شورا که 2300 پروژه در تیرو کلو که ایس عملی سی بینید این مسئله تحقیق شود، روشن شود و مردم افغانستان به جریان قرار دارد. تلاش برای نهایی سازی توافقنامه ترانزیتی راه لاجورد. با ساخت این راه کالاهای بازرگانی افغانستان به اروپا انتقال می‌یابد. توافق به این شده که انشالله راه لاجورد تا کمتر از 3 ماه به افغانستان وصل شود. و بنیانگذاری مرکز تجربه مرگ در چین. من فواد امان هستم. نتایج آزمون‌های ورود به نهادهای تحصیلات عالی سال 1394 هجری خورشیدی اعلام شد. وزیر تحصیلات عالی میگوید که در این آزمون‌ها بیشتر از 179 هزار تن شرکت ورزیدند و از این میان بیشتر از 50 هزار تن به نهادهای تحصیلی دولتی راه یافتند، نزدیک به 100 هزار تن در نهادهای نیمه عالی و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی راه یافتند و بیشتر از 22 هزار تن ناکام شدند. همزمان با این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید که برای جوانان زمینه‌های کار فراهم خواهد شد. سرانجام پس از چندین روز تأخیر لحظه اعلام نتایج آزمون های کنکور فرا رسید. اینجا در وزارت تحصیلات عالی رئیس اجرایه شماری از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی گرد آمدند و می خواهند که از چگونگی راه اندازی این آزمون با خبر شوند. موضوع مهم دیگر جلوگیری از نفوذ افراد غیر مسئول در این پروسه ملی بوده که کاملا از حضور و نفوذ این افراد در محلات امتحان جلوگیری به عمل آمده است. موضوع مهم دیگر تطبیق سیستم جمبلنگ بوده که شفافیت این پروسه را کاملا تضمین نموده است. رئیس اجرایی حکومت نیز از چگونگی برگزاری این آزمون خوشنود به نظر می رسد. عبدالله عبدالله می گوید که حکومت برای رسیدگی به جوانان برنامه های گسترده دارد. این مثلا مورد بررسی هم بوده، تعداد پست های خالی که البته جبران میکنه یک قسمت از مشکلاتی که در این عرصه وجود داشته که کار روی زور در تمام وزارت ها صورت میگیره. دوم با مسئله رشد بخش خصوصی این زمینه مساعد میشه که انشاءالله زمینه استخدام در او بخش هم مساعد شود. وزارت تحصیلات عالی میگوید که در آزمون‌های کنکور سال 1394 هجری خورشیدی، فرامرز رحیمی، یکی از فارغان لیسه هیواد ولایت هرات، با به دست آوردن 340.98 نمره، دانشجوی نخست شناخته شد و این جوان به دانشگاه پزشکی کابل راه یافته است. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی برای بحث بیشتر در این مورد اینجا با من است. خیلی خوش آمدین آقای امین. شما را راه یافتگان به نهادهای تحصیلی چی تفاوت نسبت به سال 1393 هجری خورشیدی دارد؟ آیا بیشتر شده و یا کمتر؟ بله، با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت بیندگان تلویزیون شما. ما در مجموع 198150 نفر واجد شرایط امتحان کنکور داشتیم که مجموع مشمولین امتحان کنکور امسال، یعنی سال 1394 بر 95، 179614 نفر میباشه بوده و همچنان مجموع کامیابان در موسسات تحصیلات عالی دولتی در مقطع لسانس 58317 نفر و مجموع کامیابان به نهادهای دولتی نیمه عالی 46906 نفر و همچنان واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی که به اساس تخفیف و اسکالرشپ در نظر گرفته شده 51458 نفر. ما هم قسم که شما هم در آغاز برنامه فرمودین 22933 نفر ناکام
داریم که رقم را که شما سوال مطرح کردین، خوشبختانه امسال جوانان عزیز ما که راه پیدا کردن مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، خصوصی و نیمالی، حدود 87% از اینا کامیاب شدن و ما 13% ناکام داریم که این یک افزایش بسیار مطلوب را نشان میده نسبت به سالهای گذشته. سالهای گذشته ما 45% مثلا کامیاب می داشتیم، 55% به نتیجه می داشتیم، یا مثلا در سالهای پیش از سال گذشته 55% کامیاب می داشتیم، 45% به نتیجه. امسال خوشبختانه که آمار ما که آمار نشان می ده که جوانان عزیز ما راه پیدا کردن به موسسات مختلف. و نکته اساسی است که ما کنکور امسال را، یعنی کنکور سال 1304 بر 95 که همون قسمی که مورد حمایت حکومت وحدت ملی قرار گرفت و یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ حکومت وحدت ملی عنوان شد، با توجه به چند نکته محوری نتایج نشان میده. نتایج امروز بر ما چیزی را نشان میده که واقعا شفافیت این پروسه ملی در سال 1394 بر 95 با توجه به کارکرد رهبری وزارت تحصیلات عالی، یعنی همی شفافیت را به صورت مطلق تضمین میکنه. به عنوان مثال تصاویر از جریان آزمون و کانکور از برخی از ولایت ها، از جمله ولایت قندهار و چند ولایت دیگر نشر گردید و نشان میده که اشتراک کنندگان آزمون مشغول نقلگیری از یک دیگر هستند. ما بارها از طریق تلویزیون شما، چون تلویزیون بسیار پربیننده است، تاکید کردم که تصاویری که نشر شد متاسفانه تصاویر از سالهای گذشته بوده. امتحان قندهار و برخی از ولایت های دیگه که او تصاویر پخش و نشر شد یا سالهای گذشته بود، مکانش فرق نکرد. حالا چی تضمین وجود داره که در نتایج امسال دستبرد صورت نگرفته باشه؟ قطعاً ما بر شما تمام آماری که وجود داره و نتایجی که وجود داره، اما قسمی که شما میدانین و دوستایی که در بخش های تکنیکی کار کردن، مثلا من یک مثال میگم، سالهای گذشته ما امو سیستم جنبلنگ نداشتیم، صحنه امتحان بسیار باز می بود متاسفانه و افراد بدون توجه به ظرفیت هوشیشان، دانششان، تواناییشان راه پیدا میکردن. امسال ما در مجموع 1400 نفر بالای 300 نمره داریم، 1400 نفر بالای 300 نمره داریم. در سالهای گذشته ما 16000 نفر بالای 300 می داشتیم. یعنی این نشانه از جدیت چگونگی نحوه برگزاری امتحان کنکور است و نظارت مستمر. امسال ما از جلوگیری کردیم از نفوذ افراد غیر مسئول، اما قسمی که در سخنرانی جناب وزیر صاحبم باستاب پیدا کرده بود و اشارات بسیار جدی در این مورد داشتن، تطبیق سیستم جنبلنگ و همچنان با وجود آمدن بسیار تغییرات جدی در خود ریاست کمیته کنکور، اینا همش یک بار دیگر در تاریخ افغانستان و در تاریخ تحصیلات عالی پروسه کنکور را اعتباردهی کرد. آقای امین، 22000 تن نتونستن نمره راهیابی به نهادهای تحصیلی را به دست آورند. بله. سرنوشت اینها چی میشه؟ آیا راه برای جلبشان به نهادهای تحصیلی وجود داره و یا خیر؟ ما یک سقف را تعیین کردیم که مثلا 150 نمره یک محصل و یک متقاضی و یک جوان که گرفته بالاتر از 150 نمره، ما اینا را معرفی کردیم. اما پایینتر از 150 نمره، من فکر میکنم که این جوانان عزیز ما گزینه جبرانی دارن برای سال آینده، میتونن امتحان کنکور بدن و آمادگی بگیرن. اگر ما پایینتر از 150 نمره را به موسسات عالی دولتی، نیمه عالی دولتی و موسسات خصوصی معرفی میکردیم یا معرفی میشد، من فکر میکنم که کیفیت درس قویان آسیب میدید و این درست نیست. در دیگر کشورها ما و شما میبینیم که تجارب وجود داره، وقتی که 10000 نفر در کشورهای توسعه یافته امتحان میده، از 10000 نفر 100 نفر راه پیدا میکنن. از این بابت وزارت تحصیلات عالی با یک سنجش خاص و با سیستم سازی که صورت گرفته و با حمایتی که صورت گرفت، ان شاء الله که این نتایج امتحان کنکور نتایج بی‌نظیر است و همچنان در آینده تمامی ملت افغانستان بالای این پروسه، این سیستم سازی که صورت گرفته، اعتماد کامل میده. کسانی به نهادهای تحصیلات عالی خصوصی راه یافتند، بسان نهادهای دولتی آیا راهیگان آموزش میبینند و یا نه باید پول بپردازند؟ به اساس نمراتی که اینا به دست آوردن، کسایی که نمره بالاتر دارن، ما اینا را به اساس اسکالرشپ به پوانتون های بسیار خوب و پوانتون هایی که اعتبار اکادمیک داره معرفی میکنیم و همچنان کسایی که در یک درجه پایین تر قرار دارن با 50% تخفیف، دمو پوانتون هایی که با اعتبار اکادمیک
بلند قرار دارند. ما اونا رو معرفی میکنیم. انشالله که ما امسال 22,000 نفر ناکام نظر به سالهای گذشته که 70,000 80,000 به نتیجه و ناکام میمون، این رقم است که زیر 150 نمره را اینا گرفتن و انشالله برای سالهای گذشته سالهای آینده میتونن که اینا آمادگی بگیرن و زحمت بله. بکشن و در اخیر میخوام در محدوده 30 ثانیه پاسخ داشته باشین ده. آیا راه یافتگان میتونن از یک دانشکده به دانشکده دیگر خودشان را تبدیل کنن؟ به صورت قطع تبدیلی در وزارت تحصیلات عالی بر در کانکور سال 1394 بر 95 وجود نداره. نگاه رهبری وزارت تحصیلات عالی، شخص وزیر صاحب تحصیلات عالی در مورد موضوعات علمی و تحصیلی کاملا جدی است و هیچ گونه ارفاق در این زمینه صورت نمیگیره، چون جنجال هایی که در سالهای گذشته وجود داشت سر و صداهای بسیار بالا شد و ما امسال معیارها را پیش روی خود قرار میدیم، بر اساس عموم معیارها حرکت میکنیم تا بتونیم واقعا پاسخگو باشیم در مقابل ملت و کسانی از دانشکده های با نمره های بالا هم نمیتونن به دانشکده های با نمره پایین خودشون تبدیل کنن. قطعاً تبدیلی به هیچ عنوان در وزارت تحصیلات عالی در کانکور سال 1394 بر 95 افرادی که راه پیدا کردن وجود نداره. تشکر، سپاسگزارم. فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی. مجلس سنا می خواهد که حیف و میل شدن پول های بیش از 2300 پروژه شورای عالی صلح به گونه جدی بررسی شود. شماره از اعضای مجلس سنا می گویند که یکی از مقام های پیشینی شورا ماهانه ماشه هنگفت از یک کشور بیرونی می گیرد. این سناتوران می گویند که حکومت درباره چگونگی فساد در شورای عالی صلح باید به مردم اطلاع دهد. نشست روز یک شنبه مجلس سنا. در این نشست شماره از اعضای مجلس سنا می گویند که فساد گسترده در شورای عالی صلح سبب شده است که کار این شورا نتیجه بخش نباشد. این سناتوران می گویند که پل های بیش از 2300 پروژه در این شورا حیف و میل شده است. کند دغه پروژه به ډیره پروژه به په دې د سول دالی شورا په چوکاټ کې همداسې دغه پات سوید لا اجرا پات سوید په سیب نو پات ترتیب باندې خدای ته مال سول شورا کې 2300 پروژه د تیرو کلو کې ایس عملی سیب نه پیسې د درشاره سپیلن د وزارت د وزارت دفاع سرپرست یو ګم شان نور رومانی واصل. از سوی هم این سناتوران می گویند که یکی از مقام های پیشین شورای عالی صلح هنوز هم از یکی از کشورهای بیرونی ماهانه معاش انگفتی برای فعالیت های استخباراتی دریافت می کند. اخذ معاش یکی از مسئولین است، یکی از وزارتخانه های خارجی که 9000 یورو اونا عنوان کردن، این مسئله تحقیق شود، روشن شود و مردم افغانستان به جریان قرار داده شود. این خونبهای مردم افغانستان است که تا یک سال ده‌ها هزار نفر شهید میشن، کشته میشن. اما رئیس مجلس سنا از حکومت میخواهد تا در این زمینه وضاحت بدهد. زمان غوختنا به سنا در ادرس نامده جدی چه حکومت دیخ پل مخیف ملت آوازی خی چه در واقعا در حالت چه وست سور در حالی شورا در نشا رئیس دفاع و در سرپرست در دوی دانه هزار پاوند ماش اخلی دی و سفارت نیست استقباراتی ماش خسته کنن. دوم در پروژه حیف مرشوی دی که نه دونران جواله کرده واقعا دی ورکل شوی یا تطبیق شوی دی در دی حکومت پر مخیف وازی خی. از وجود فساد در این شورا درست هنگامی پرده برداشته می شود که ظاهرا دیده می شود که گفتگوهای صلح با طالبان به بنبست کشانیده شده است. در هر ماه 112 کارمند ماین روبی در جریان کار در افغانستان کشته و زخمی می شوند. حکومت افغانستان می گوید که هرچند 19 میلیون ماین و مهمات منفجر نشده در جریان دو نیم دهه گذشته در این کشور گرد آوری نابود شدند، اما هنوز هم در چندین ولایت ماین ها و مهمات منفجر نشده زندگی مردم را تهدید می کنند. از روز جهانی آگاهی دهی از خطرهای ماین در کابل برگزار شد. وزیر دولت در امور رسیدگی به بحران و امور انسانی میگوید که در 2.5 دهه گذشته 77.7 درصد کشتزارها در کشور از وجود ماین ها و مواد منفجر ناشده پاکسازی شدند، اما پاکسازی بخش های بازمانده تا سال 2023 برنامه ریزی شده است. برنامه ماین پاکی افغانستان با 500 تقریبا بین 524 تا 550 میلیون دلار تا سال 2020 ضرورت دارد که تا بتوانیم با استفاده از اون 611 کیلومتر مربع ساعت ملوث باقی مانده را پاکسازی نماییم. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که برنامه پاکسازی بخش های آلوده با ماین و مواد منفجر ناشده را در افغانستان تا سال 2023 تمویل خواهد کرد.
ما به این اصل کاملاً متعهد هستیم و به کمک‌های خودمان با این برنامه ادامه خواهیم داد تا تمامی ماین‌ها و مواد منفجره بازمانده از جنگ‌ها تا سال 2023 نابود شوند. ما بر بنیاد پیمان منع کارگیری از ماین‌ها می‌خواهیم که از برنامه حکومت افغانستان در زمینه ماین روبی تا سال 2023 میلادی به گونه کامل حمایت شود. در همین حال ماین روبان مشکل اصلی را در برابر کارهایشان ناامنی می‌دانند. مشکل امنیتی است که ما نمی‌تونیم که مثلا ما در بلوسولی های باشه که ما کار خود پوش بگیم. یک آنه مانع این میشه برای ما. آمارهای بخش‌های ماین روبی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی در نتیجه انفجار ماین‌ها در افغانستان 398 تن کشته و یا هم زخمی شدند. هزاران باشنده ننگرهار پس از چاشت امروز از کاروان بازیکنان تیم ملی کرکت کشور با رقص و پایکوبی استقبال کردند. این بازیکنان که به ننگرهار رفتند با تشویق گرم هوادارانشان روبرو شدند. شمار از بازرگانان ولایت ننگرهار برای پشتیبانی از تیم ملی کرکت کشور با آنان تا 3 میلیون افغانی کمک کردند. اینجا از خرد تا بزرگ همه میخواهند تو از این خوشی سهمی داشته باشند. درخشش تیم ملی کرکت کشور را در بازی های اخیر یک دستاورد بزرگ برای کشور می دانند و می خواهند از آمدن این ورزشکاران به ننگرهار استقبال کنند. والی ننگرهار از ایجاد سهولت ها برای علاقمندان این ورزش در ننگرهار خبر می دهد. مقام‌های برد کرکت از این شور و شوق ننگرهاریان سپاسگزاری می‌کنند و این تشویق را در افزایش فعالیت‌های این ورزشکاران اثرگذار می‌دانند. باشندگان ننگرهار با دست داشتن پرچم ملی کشور از این ورزشکاران پشتیبانی میکنند. در حالی است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های بیستاوره جهانی توانستند 4 بازی داشته باشند و تنها در برابر ویست‌اندیز توانستند از میدان پیروز برایند. با این وجود بسیاری ها به این باورند که تیم ملی کرکت افغانستان به سرعت در حال رشد است. در سومین نشست توافقنامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد روی چهارچوب حقوقی به کارگیری این راه گفتگو شده است. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که در این نشست میان نمایندگان کشورهای شامل این پروژه بر بهره برداری هر چه زودتر این راه توافق شده است. این در حالی است که گفته می شود برای انتقال کالاهای بازرگانی به اروپا در مقایسه با راههای دیگر راه لاجورد برای افغانستان بیش از 1000 کیلومتر نزدیکتر است. راه لاجورد کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین راه ترانزیتی و بازرگانی زمینی میان آسیا و اروپا است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که در سیومین نشست توافقنامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد که میان نمایندگان بیش از 5 کشور شامل این پروژه را اندازی شده است، ایجاد سهولت‌های گمرکی، حل مشکلات مرزی، معیارسازی بسته‌بندی کالاها از مواردی هستند که روی آنها بحث شده است. توافق به این شده که انشاءالله رای لاجورد تا کمتر از 3 ماه دیگه به افغانستان وصل شود. یعنی تا کمتر از 3 ماه دیگه ترکمنستان، بین 2 تا 3 ماه دیگه ترکمنستان خط داخل افغانستان میشه. خط راه آهن از مجرای شرک بندری آقینه ولایت فاریاب و وقتی که داخل شد اینجا ما تمام آمادگی ها را گرفتیم که اونجا یک ایستگاه ساخته میشه و یک سرک که تقریبا به طول 2 کیلومتر از میدانچه های هوایی ساخته میشه. در این حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع راه لاجورد را بزرگترین بدیل ترانزیتی اروپا برای افغانستان میدانند و میگویند که این راه مناسبترین راه بازرگانی میان افغانستان، آسیای میانه، قفقاز، بالکان و اروپای مرکزی خواهد بود. تجارت ما با نبود سردخانه ها مواجه هستند. سردخانه به برق ضرورت داره و حکومت باید زمین سازی برق کنه و همچنان
در بخش زمین تاجر مشکل داره، به خاطر سردخانه حکومت باید زمین بده. هرگاه مشکل سردخانه، مشکل پیکینگ و پروسس حل شوه، ما میتونیم که محصولات داخلی خود، تولیدات داخلی خود به گونه بسیار درست و معیاری به کشورهای اروپایی صادر کنیم. راه لاجورد از دهلیز ترانزیتی ترغندی آغاز و با گذشتن از فاریاب و بندر آقینه گذشته و از راه بندر ترکمنباشی ترکمنستان به بحیره خزر و آذربایجان می رسد و از آنجا مسیر گرجستان را تا بندرهای پوتی و باتومی، بحیره سیاه به شهر قارس و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می رسد. شمار از آموزگاران ولایت جوزجان در پیوند به دریافت نکردن معاششان دست به تظاهرات زدند. آنان میگویند که از چندین ماه به این سو معاششان را به دست نیاوردند و در وضعیت دشوار زندگی میکنند. این آموزگاران وزارت معارف را به بی‌پروایی متهم میسازند و میگویند که در نتیجه این بی‌پروایی ها آنان از دریافت حق تنخواهشان محروم شدند. تمامی این معترضان آموزگاران مکتب‌های شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان هستند که از دریافت نکردن حق و زحمهشان به سطوح آمدند. ما مدت یک سال میشه که حق زحمه اداری و تدریسی خود حاصل نکردیم. کله چې موږ سیم ته راسو موږ جسمن او روحن هغه خپل کوم درس چې موږ په لرو آمدگی لرو هغه ته زیر نوی ځکه چې موږ د خپل اقتصادي ستون سره لاس او گریوانو. والی جوزجان مشکل این آموزگاران را میپذیرد و از مسئولان معارف میخواهند که برای از میان برداشتن این مشکل تدابیر جدی روی دست گیرند. ایش گونه در این دیگه پذیرفته نمیشه که با دفلان مکتب داده شب چونگه حاضر بود چیزشان رو دیگه بلان مکتب استقاقش نیامده بود تایمرانی که باقی ماد اینمی پذیرفته نمیشه. رئیس معارف جوزجان میگوید که این مشکل را با مسئولین وزارت معارف در میان گذاشته است. خالتم ایست با تکرار میکنم که امتیازات حواله میشن. منتها در آخر سال باز وزارت مدیره مالیه این تخصیص را دوباره مصرف کرده دوباره تخصیص اجرا می‌کند. این آموزگاران می‌گویند اگر حق و زحمه آنان پرداخت نشود آنان نمی‌توانند که با خاطر آرام دانش آموزان را تدریس کنند، زیرا از نظر اقتصادی در وضعیت نگران کننده قرار دارند. یک بازرگان چینی برای جلوگیری از خودکشی های جوانان در این کشور مرکز تجربه مرگ را بنیان گذاری کرده است. این بازرگان چینی میگوید که برای درک لحظات شیرین و ارزشمند زندگی باید مردم این تجربه را یک بار امتحان کنند. شرکت کنندگان در این تجربه میگویند که آنان با داخل شدن در میان تابوت ها درک میکنند که زندگی چقدر ارزشمند است. هزاران تن در سراسر جهان در روز جهانی بالش جنگی به خیابانها آمدند و به بالش جنگی پرداختند. این برنامه که همه ساله در دوم ماه اپریل در ده ها کشور برگزار می شود، هواداران زیادی دارد. سپاسگزارم از توجهتان استلو. ادامه خبرها را در تولو نیوز دنبال کنید. هزاران تن در چندین کشور جهان روز جهانی بالش جنگی را برگزار کردند. اینجا در شهر برلین پایتخت آلمان نیز صدها تن در نزدیکی دروازه مشهور براندنبورگ این مراسم را برگزار کردند. هوا خوب است و ما نیز احساس خوبی داریم. این کار کمی خنده‌آور است چرا که شما به گونه معمول این کار را انجام نمی دهید. ما به کسی آسیب نمی رسانیم. وقتی به خانه برویم احساس راحتی خواهیم داشت. ما باید با بالشت بروی کسی بزنیم تا احساس خوبی داشته باشیم. من به همین خاطر اینجا آمدم. اکنون احساس بهتری دارم. این روز در برخی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا نیز برگزار می‌شود. روز جهانی بالش جنگی از 7 سال به این سو برگزار می‌شود. در این بازی شرکت کنندگان تنها حق دارند از بالش‌های نرم پردار استفاده کنند و نمی‌توانند به کسی که با خود بالشت ندارد و یا کمره در اختیار دارد ضربه بزنند. یک بازرگان چینی برای جلوگیری از خودکشی جوانان در این کشور مرکز تجربه مرگ را بنیان گذاری کرده است. این بازرگان چینی میگوید که برای درک لحظات شیرین و ارزشمند زندگی باید مردم این تجربه را یک بار امتحان کنند. یک
یکی از بازرگانان در چین برای کاهش آمار خودکشی ها در این کشور تجربه مرگ به گونه مجازی را بنیانگذاری کرده است. بنیانگذار این مرکز می گوید هستن کسانی در جهان که افراد بیگناه را از بر منافع شخصی به قتل می رسانند و همچنان کسانی هستن که به خاطر چالش های فرارایشان دست به خودکشی می زنند که با تجربه نمودن این مرکز آنان هرگز چنین کاری را انجام نخواهند داد. من تصمیم گرفتم تا مردم را درباره ارزش زندگی بیاموزانم. آنان باید پیش از آن که لحظات تلخ مرگ را سپری کنند، باید آنان ارزش زندگی را درک کنند. بر بنیاد بررسی‌های انجام شده، در هر 2 دقیقه در چین یک نفر تلاش بر انجام خودکشی می‌کند. مرکز مراقبت و پیشگیری‌ها از بیماری‌ها در چین می‌گوید که بیشتر کسانی که در این کشور دست به خودکشی می‌زنند، جوانان میان 15 سال تا 34 سال هستند که از بر مشکلات روانی، چالش‌های اقتصادی و نبود کار دست به چنین کاری می‌زنند. آذربایجان آتش بس یک جانوری را در منطقه ناگورنوی قره‌باغ اعلام کرد. هرچند درگیری ها میان نیروهای آذربایجانی و ارمنی در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ از دیروز به این سو نزدیک به 30 کشته و زخمی بر جا گذاشتند، اما حکومت آذربایجان امروز آتش بس یک جانوری را اعلام کرد. در همین حال ترکیه پشتیبانی اش را در این جنگ از آذربایجان اعلام کرده است. ناگورنو قره‌باغ، منطقه در خاک آذربایجان که از سالها به این سو در اختیار جدایی طلبان ارمنی بوده است. درگیری‌ها میان سربازان آذری و ارمنی در این منطقه دیروز آغاز شدند و امروز نیز ادامه یافتند. بر بنیاد گزارش‌ها در این درگیری‌ها نزدیک به 30 تن کشته شدند. هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری‌ها متهم می‌کنند. ارمنستان همه معیارهای قوانین جهانی را زیر پا گذاشته است، اما ما از موضع ما نقب نشینی نمی کنیم. همزمان با این ما آتش بس را مراعات می کنیم و برای حل صلح‌آمیز این تنش‌ها تلاش می کنیم، اما نیروهای ارتش را در قره‌باغ افزایش نیز خواهیم داد. این کار آذربایجان نقض آشکار آتش بس، قوانین جهانی، قوانین بشری و نیز نقض پیمان‌نامه‌های ژنو است. کاری که مقام‌های باکو در قره‌باغ انجام دادند نشان دهنده هراس افغانی و سیاست ضد ارمنی است. یک روز پس از آغاز درگیری‌ها ترکیه اعلام کرد که در این تنش‌ها به گونه کامل از آذربایجان پشتیبانی می‌کند، اما باکو به گونه یکجانبه اعلام آتش بس کرده است. تا کنون ارمنستان به این آتش بس واکنش نشان نداده است و بر بنیاد گزارش‌ها ده‌ها ارمنی برای رفتن به نبرد در قره‌باغ نام‌نویسی کردند. درگیری‌ها میان آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه ناگورنو قره‌باغ در دهه 80 میلادی آغاز شد و تا سال 1991 به نبرد تمام عیار مبدل گردید. در این جنگ که با آتش بس سال 1994 پایان یافت، نزدیک به 30,000 تن کشته شدند. بست نشینی و تظاهرات باشندگان ولایت غزنی ادامه دارد. صدها تن از باشندگان ولایت غزنی در اعتراض به تبدیل شدن شهردار این ولایت از 10 روز به این سو دست به اعتراضات گسترده زدند و تازگی یک هیئت از سوی حکومت مرکزی برای گفتگو با این معترضان رفته است. این باشندگان ولایت غزنی از 10 روز بدین سو در برابر ساختمان شهردار این ولایت در اعتراض به عوض شدن شهردار این ولایت بست نشستند. میگویند تا به خواستشان پاسخ مثبت داده نشود، اینجا را ترک نمی کنند. تا وقتی که ما به عدالت و حقای خود نرسیم، همه تحسن و تظاهرات ما ادامه دارد. اگر دولت مرکزی به خواسته های جوانای ما، به خواسته های مردم شریف غزنی ما پاسخ مثبت ندهد، ما اینمی تجمع ما، اینمی تحسن ما ادامه دارد. این معترضان میگویند که با برپایی تظاهرات هیچ گونه هدف قومی ندارند. دغد حق غاخته، دغد حقیقت غاخته، قومی بناور کریه چه گویا ده تنها ده تاجکان جلسه ده پختنو پا زد بانده. زد طول پختنو مسلمانانو تا، علماو تا، مشرانو تا، سپینگیریو تا قسم کرم چه ده قومی جلسه نده. برادرای ازاره ما هم برادر ما سن، برادرای تاجک ما هم برادر هستن، ما متحد هستیم، یک دست هستیم. برای گفتگو با این معترضان هیئت از سوی حکومت مرکزی به غزنی فرستاده شده است. شما نظمتان را مراعات کنین، یک کوشش صبر و شکیبایی را از خود نشان بدین. خداوند به شما دستور داده.
منتظر فیصله خوب و عادلانه هیئت باشین. تظاهرات این باشندگان هنگام آغاز شد که نزدیک به دو هفته پیش به جای فریدون احمدی، نصیر احمد لیلیزه از سوی حکومت مرکزی به حیث شهردار این ولایت مقرر گردید. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از ایجاد گروه های تازه هراس افغان در منطقه نگران است و از احتمال فعال شدن بیشتر گروه های هراس افغان داخلی و خارجی در فصل بهار در افغانستان هشدار می دهد. در همین حال معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان نیز از تهدیدهای فزاینده هراس افغانان داخلی و خارجی در افغانستان ابراز نگرانی می کند. نمایندگان کشورهای شامل پروسه استانبول و سازمان ملل متحد در کابل گرد آمدند تا درباره اعتماد سازی برای مبارزه با هراس افغانی رایزنی کنند. اما افزایش فعالیت‌های هراس افغانان و احتمال شکلگیری گروه های تازه هراس افغان در منطقه نگرانی های را برانگیخته است. این تلاش های ما برای اعتماد سازی در کار مبارزه با هراس افغانی و دیدار گروه فنی منطقه‌ای پروسه استانبول در حال صورت می گیرند که تهدیدهای هراس افغانی در منطقه بیشتر از هر زمان دیگر شناخته شدند. ما نگرانی های فزاینده در منطقه قلب آسیا را درباره افزایش فعالیت های هراس افغانان و ایجاد گروه های تازه هراس افغان که از این منطقه سربازگیری می کنند درک می کنیم. به نظر می رسد که فعالیت‌های هراس افغانان داخلی و خارجی در فصل بهار بیشتر دامنگیر افغانستان خواهند بود. افغانستان هنوز هم با وضعیت امنیتی دشوار روبرو است. گروه های داخلی و خارجی هراس افغان در اینجا حضور دارند که گمان می رود با آغاز فصل جنگ در بهار فعال تر شوند. ما باورمند هستیم که حکومت با تشویق هراس افغانان به صلح و راه اندازی عملیات در برابر کسانی که به جنگ ادامه می دهند به این تهدیدها پاسخ خواهد گفت. حکومت افغانستان اکنون به این باور است که هراس افغانی مرز و مذهب نمی‌شناسد و مبارزه با این پدیده را نیازمند همکاری مشترک کشورهای منطقه و جامعه جهانی می‌داند. تهدیدهای فزاینده هراس افغانی و فعالیت‌های شورشیان تندرو از چالش‌هایی هستند که نیازمند رویکرد یکپارچه و همه جانبه هستند. افغانستان که یکی از قربانیان اصلی هراس افغانی است باور دارد که این پدیده تنها با همکاری شفاف و صادقانه منطقه‌ای و جهانی شکست داده خواهد شد. انتظار می رود که نشست کشورهای قلب آسیا به هدف جستجوی راهکارهای عملی در کار مبارزه با هراس افغانی در نیمه نخست امسال میلادی در دهلی نو برگزار شود. شرکت کنندگان این نشست تاکید می ورزند که کشورهای شامل پروسه استانبول باید توافقات نشست ماه دسامبر سال 2015 میلادی را در اسلام آباد به هدف مبارزه مشترک با هراس افغانی عملی کنند. نیروهای هوایی کشور با سنگین‌ترین حملات برای هراس افغانان آمادگی می‌گیرند. این نیروها می‌گویند که حملات هوایی برای سرکوب هراس افغانان در بسیاری از بخش‌های کشور به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافتند. نیروهای هوایی کشور با بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان خواستار پیشرفته‌ترین تجهیزات و جنگنده‌ها هستند. روزها پیش فرودگاه نظامی این گونه خالی نبود. از این برمی آید که نیروهای هوایی کشور نیز روزگار پرمشغله دارند. در جاهایی که نیاز به نیروهای هوایی می شوند با کمک همسنگران زمینیشان می رفند. در عملیات ها برالاوه روز از طرفش هم در عملیات ها اشتراک کردیم و هراس افغانان را نابود ساختیم و می سازیم. بخش هوایی همانند بازوی آهنین نظامیان هر کشور است. پشتیبانه اصلی نیروها در جنگ. در نبردهای کنونی این چرخ بالها پرکارند. در جنگ های هلمند و ننگرهار دو بخشی که بیشترین خشونت ها را داشتند. کوشش میکنیم در هر نوع عملیاتی که نیروهای زمینی ضرورت داشته باشه از ما آماده هستیم. جنگنده های سوپر توکانو، جنگنده هایی که ظاهرن هراس افغانان را در لانه های هم نشان هم در امان نخواهند ماند. تا پایان سال آینده میلادی نیروهای هوایی کشور باید از این 20 جنگنده داشته باشند. روز پر دیالت امروز نرسیده چه مرز مستقل مکمل در طول افغانستان مثال پا دغه تیرو بانجه دفاع وکو کولای سو دفاع وکو. نیروهای هوایی افغانستان هنوز با کمبودها و چالش های زیاد روبرو هستند. هنوز هم نیروهای امریکایی سخت‌ترین عملیات‌های هوایی را در نبرد با هراس افغانان انجام می‌دهند. چنان که در هلمند
حمله های هوایی امریکایان ضربه های مستحکمی به هراس افغانان وارد کردند. عبدالولی آریان، تولونیوس، فرودگاه نظامی کابل. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از افزایش ناامنی‌ها و استعفای مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی انتقاد می‌کند. اعضای رهبری این شورا می‌گویند که حکومت در آوردن اصلاحات انتخاباتی کوتاه آمده است و پیکار حکومت در برابر فساد اداری نیز بسنده نیست. این شورا ادامه کار سرپرستان را در نهادهای امنیتی نیز زیانبار می‌داند. در این شورا بیشتر کسان گرد آمدند که در انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور غنی را همراهی می کردند. اما اکنون نخستین انگشت انتقادشان در برابر حکومت بلند می شود. کلان طرفدار اصلاحات انتخاباتی هستیم و طرفدار جی هستیم که زودتر همون تقسیم اوقات زمانی انتخابات دولت اعلام کنند. بمیان آمدن حکومتداری خوب و مدیریت درست جنگ نیز از خواستهای دیگر این شوراست. آنچه مایه نگرانی ماست استعفاهای اجباری بنابر دلایل شخصی و عدم توانایی حکومت به پر کردن در موقع خلاهای بوجود آمده است. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان حکومت را از یک چنین برخوردی شدیداً برحذر می دارد. این شورا از حکومت می خواهد که از بهر تعیین سرنوشت ریاست اجراییه لوی جرگه برگزار شود. لوی جرگه دمیان به یک فیصلی بکنم در این مورد. افزایش ناامنی ها، نیامدن اصلاحات در روند انتخابات، فساد اداری، افزایش بیکاری و مبهم بودن روند گفتگوهای سال از نگرانی های گفته می شوند که حکومت برای آینده بهتر باید از این آزمون ها پیروزمندانه بدر آید. فشارهای اسلام آباد بر طالبان افغان برای کشانیدن این گروه به میز گفتگوهای صلح با کابل ظاهرا افزایش یافتند. شمار از نظامیان بازنشسته و کارشناسان پاکستانی میگویند که مقامهای پاکستانی با فرستادن هشدارنامه به طالبان از آنان خواستند تا به گفتگوهای صلح با کابل حاضر شوند و در غیر آن همراه با خانواده هایشان از پاکستان اخراج خواهند شد. اسلام آباد می کوشد تا روند گفتگوهای صلح را در افغانستان تقویت ببخشد. شماری از کارشناسان سیاسی پاکستان می گویند که با وجود نگرانی کابل از کمکاری پاکستان در روند صلح افغانستان، اسلام آباد پس از چهارمین نشست چهار جانبه در کابل به تلاش هایش افزوده است. به گفته این کارشناسان، اسلام آباد در نامه به طالبان افغان هشدار هم داده است که به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان وارد شوند. یا صورت مخکی پاکستان یا جواب یو پیغام لګل دی طالبان مشران ته تا. تاسو خبرو ته کینه ورنه مونږ خبر یو چې تاسو کم ده کې پاتې کیږئ تاسو کم فعالیت دی تاسو کورنۍ خلک کم ځای کې دی داسې خبرې مونږ اورو که دا واقعا رښتیا وي نو بیا پاکستان ما په خیال باندې اوس زیات کوشش کوي چې دوی د فشار لاندې راولي. نن سبا ځینې راپورټونه داسې دي چې پاکستان ورته صفا وویل چې یا خو به دغه پرېږدی دا ته چې سکې راځئ به دلته خبرو اترو ته به کینئ چې دا خبره سپینه کړو. سخنگوی رئیس جمهور غنی در واکنش به این اظهارات میگوید که پاکستان در چارچوب مذاکرات چهار جانبه مسئولیت هایی را به عهده گرفته است و باید آن را انجام بدهد. توقع مهمی است که پاکستان با استفاده از نفوذی که دارد در آوردن طالبا در میز گفتگو همکاری بکنه و تلاش نهایت را به خرج بده. اما برخی از کارشناسان نظامی پاکستان میگوید که طالبان آنگونه ای که تصور می شود در کنترل پاکستان نیستند. در افغانستان حکومت در خیال دی که در بالکل لکه زمونگ جور دی یا زمونگ پا پاکستان که موجود دی و چه مونگ کل ورتوائی نو دی افغانستان که دغسی حمله او کی خو خبر داسې دنه. قرار بود تا پاکستان در ماه مارس طالبان را به گفتگوهای رو در رو با کابل بکشاند، اما این تعهد عملی نشد، کاری که گفته می شود به حیثیت و اعتبار پاکستان نیز صدمه وارد کرد. گروه کاری جامعه مدنی می خواهد که کمک های جامعه جهانی به افغانستان ادامه یابند. این گروه در آستانه برگزاری نشست نظارت و انسجام و کمک ها می گوید که حکومت افغانستان تعهدات نشست لندن را کمتر عملی کرده است و جامعه جهانی برای حفظ دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر به کمک هایش با افغانستان باید ادامه بدهد. قرار است نمایندگان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان به روز دوشنبه در نشست نظارت و انسجام کمک ها در کابل چگونگی عملی شدن تعهدات دو جانبه را در نشست لندن بررسی کنند. این نشست به هدف آمادگی حکومت افغانستان برای رفتن به نشست وارسا در ماه جولای سال روان برگزار می شود.
در آستانه برگزاری نشست نظارت و انسجام کمک‌های جامعه جهانی برای بررسی چگونگی عمل شدن تعهدات دو جانبه، گروه کاری جامعه مدنی کارهای حکومت را برای آوردن اصلاحات و عملی کردن تعهدات ناچیز می‌داند. این نشست بیشتر روی از این می‌پردازد که از مجموع تعهداتی که در اونجا دو جانبه و متقابلاً انجام شده بود و صورت گرفته بود، صورت پیشرفت چگونه هست، چقدر پیشرفت بوده، چقدر برنامه‌ها تا به حال عملی شده، چی تعداد از اون تعهدات تا به حال آغاز نشده، چی تعدادش در حالت تأخیر قرار داره. مشارکت و دستاوردهای 15 ساله ما دشمن مشترک ما را خشنتر ساخته است. آنها ساحه نفوذ خود را وسعت دادند و به طور گروهک‌های پراکنده در 4 کاتگوری تروریست ها، افراطگراها، رادیکالیست ها و از همه خطرناکتر محافظه‌گراها عمل می کنند. این گروهک ها در نهایت طالبان و داعش را تغذیه می نمایند. اما ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان نیازمند آوردن اصلاحات جدی از سوی حکومت افغانستان در بخش های حکومتداری، تامین امنیت و اصلاحات انتخاباتی دانسته می شود. افغانستان از نقطه نظر امنیتی یک مشکل بسیار جدی را نه تنها برای خودش بلکه برای منطقه ایجاد کرده که متاسفانه با مرزهای موجودیش یا با وضعیت موجود در بی‌امنیتی و ناامنی در مرزهای افغانستان سبب میشه که تمامی تروریستان منطقه‌ای به صورت بسیار آزاد دست باز برای مانور در ساحه داشته باشند و بتوانند فضا را مغشوش بکنند و توجه بسیار جدی دولت به جای ارائه خدمات بیشتر به طرف امنیت شهروندان باشه و زیادتر روی مسائل امنیتی. بزرگترین چالش برای که باعث خیلی از نابسامانی ها و نقطه ضعف ها در بخش های مختلف در کشور شده که ساختار موجود حکومت وحدت ملی در تناقض با سبک مدیریتی و رهبری مسئولین در حکومت قرار داره و تا زمانی که ساختار و بشه های مدیریتی و رهبری که اینا انتخاب کردن همخوانی نداشته باشد بسیار دشوار خواهد بود که ما از دستاوردهای از کارهایی که انجام میشه و انجام داده میشه دستاوردهایی داشته باشیم و حداقل بریم به طرف بهبود. قرار است نشست های وارسا و بروکسل به هدف تعهد جامعه جهانی برای ادامه کمک ها در بخش های نظامی و اقتصادی با افغانستان در سال 2016 میلادی در پولند و بلژیم برگزار شوند. حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست ها بر ادامه کمک هایش با افغانستان تعهد کند. بانک مرکزی سال گذشته در حدود 8 میلیارد و 500 میلیون افغانی بانکنوت های کهنه را سوختاند. سخنگوی بانک مرکزی میگوید که به علت افزایش گردش افغانی در نظام پولی کشور میزان کهنه شدن بانکنوت ها نیز افزایش یافته است. در همین حال شمار از آگاهان اقتصاد با در نظر داشت هزینه گزاف چاپ بانکنوت های افغانی کیفیت این بانکنوت ها را معیاری نمیدانند. در بنیاد اطلاعات بانک مرکزی این بانک در حال حاضر برای چاپ یک بانکنوت افغانی به گونه میانگین 2.8 افغانی می پردازد. از همین رو کهنه شدن زودهنگام این بانکنوت ها صدمه بزرگی بر اقتصاد و نظام مالی کشور گفته می شود. اما مسئولان بانک مرکزی یکی از علت های کهنه شدن زودهنگام بانکنوت ها را در کشور افزایش چشمگیر گردش پول می دانند. با تولیز توگشت ها سو گرید صدارتیم کال نتر وسه پوره چې موږ پنځه نیم کال کې یو موږ تقریبا 9.5 میلیارد شپږ سوه میلیونه افغانۍ حریق کړي دي. از سویم شمار از آگاهان مور اقتصادی در کنار استفاده نادرست شمار از مردم از بانکنوت ها پایین بودن کیفیت این بانکنوت ها را از علت های فرسوده شدن زود هنگام آنها می دانند. پول ملی جزو حق حاکمیت هر کشور است و ای باید کیفیت خوب داشته باشه و عمر استفاده از این باید زیاد باشه و ای بسته به ایست که از چین و کاغذ و از چین و جنس شما استفاده میکنین. در حال حاضر بیش از 200 میلیارد افغانی در نظام پولی کشور در گردش است و بانک مرکزی مکلف است که در کنار نشر بانکنوت ها بر بنیاد نیاز بازار سالانه مقدار بزرگی از بانکنوت های کهنه را از بازار گردآوری کند. امسال بیشتر از 6 میلیون دلار از صندوق توسعه کشاورزی کشاورزان ولایت های گوناگون کشور قرضه داده خواهد شد. مسئولان صندوق توسعه کشاورزی میگویند که از 3 میلیون دلار این قرضه بیشتر از 3000 کشاورز در ولایت های هرات، ننگرهار، کابل و بلخ بهره مند خواهند شد. از سوی هم وزیر زراعت میگوید که برای حل مشکلات امسال کشاورزان در کشور این وزارت برنامه های لازم را عملی خواهد ساخت.
از قرضه های صندوق تفضیح کشاورزی که با کمک دو نهاد مالی به کشاورزان تفضیح خواهند شد، کشاورزان می توانند گذشته از رفع نیازمندی های مالیشان برای کشت، زمینه های سرمایه گذاری در بخش تولید و پروسس فراورده ها را نیز فراهم سازند. مسئولان وزارت زراعت و بیاری می گویند که 3 میلیون دلار بسته کنونی قرضه های صندوق تفضیح کشاورزی برای خرید ماشین های کشاورزی و افزار های کشتگری هزینه خواهند شد. با داخین در قسمت انکشاف زراعت با عوامل کنا ضرورت داره، یا به انپوت یا تخم باشه یا ماشین آلات باشه، این قرضه داده میشه و در عین وقت به خاطر پروسس و بسته‌بندی که یکی از مشکلات داخین ماست، این قرضه به او هدف داده میشه تا بتونیم سطح صادرات خود را بلند ببریم. در همین حال مسئولان صندوق تفضیح کشاورزی میگویند که با افزایش قرضه ها به کشاورزان به نیازهای مالی آنان پاسخ گفته خواهد شد و این صندوق تلاش دارد که اگر نیاز باشد میزان قرضه ها را افزایش دهد. The funds that we provided to them to the smaller farms. فراهم سازی کمک ها به کشاورزان در جامعه ما یگانه راه حل مشکلات مالی آنان است و صندوق توسعه کشاورزی می خواهد که به کشاورزان کمک های بیشتری بکند. صندوق توسعه کشاورزی یکی از نهادهای مهم قرضه‌دهی به کشاورزان در کشور است و گفته می شود که این صندوق از 6 سال بدین سو بیش از 4 میلیارد و 400 میلیون افغانی به 35 هزار کشاورز و متشبث در 33 ولایت کشور قرضه داده است. ریال مادرید نیو کمپ را فتح کرد و 2-1 بارسلونا را در ال کلاسیکو شکست داد. در این دیدار که در چوب هفته 31 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا میان تیم‌های بارسلونا و ریال مادرید در ورزشگاه نیو کمپ برگزار شد، ریال مادرید با گل‌های کریم بنزما و کریستیانو رونالدو بر صدرنشین لالیگا غلبه کرد. ویکتوریا دل ریال مادرید ان ال کلاسیکو دیسپوتادو ان ال کمپ نو، تریونفو پر 1 گل ا 2. شاگردان زنیدین زیدان در این دیدار با یک گل از عریف عقب افتادند، اما در ادامه توانستند دو بار دروازه عریف سخت کوش خود را باز کنند و با آنکه 10 نفره شده بودند به 3 امتیاز اساس این دیدار خارج از خانه دست یافتند، نتیجه ای که اختلاف آنها را با بارسلونا به 7 امتیاز در صدر جدول ردبندی کاهش داد و امیدهای ریال مادرید را برای قهرمانی در فاصله 7 هفته مانده تا پایان فصل زنده ساخت. دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و در دقایق ابتدایی بازی بیشتر در میان زمین در جریان بود و در نهایت این نیمه با تساوی بدون گل به پایان رسید. بارسلونا نیمه دوم را همچون نیمه نخست بهتر از ریال آغاز کرد و خیلی سریع کنترل توپ و میدان را در اختیار گرفت. پس از یکی دو فرصت نچندان جدی، آبی اناری ها در دقیقه 56 بازی به گل نخست رسید. در سومین کارنر متوالی این پیکه بود که با گذر از صد پپه و پرواز بلند توپ را به درون دروازه ریال فرستاد تا نیو کمپ غرق در شادی شد. después de 3 saques de esquina consecutivos llegó el primer gol del partido. En la segunda parte, minuto 56, el servicio de Rakitic y el remate de Gerard Piqué que se anticipa muy bien a su defensor. ریال پس از دریافت گل از لاک دفاعی خارج شد و 8 دقیقه بعد با گل تساوی دست یافت. مارسلو با سرعت بالای خود و قلب خط دفاعی بارسلونا زد و کروز را در گوشه محوطه جریمه صاحب توپ ساخت. پاس این بازیکن پس از برخورد به مدافع بارسا منعرف شد و کریم بنزما با ضربه قیچی تماشایی خود موفق شد براو را تسلیم کند و کار را 1-1 مساوی ساخت. ریال مادرید که پس از زدن گل تساوی بازی را بهتر از قبل دنبال می کرد، در دقیقه 81 به گل رسید، اما کمک داور در میان تعجب امگان این گل را نپذیرد. اما سرانجام عملات دوامدار ریال مادرید در دقیقه 85 به بار نشست و کریستیانو رونالدو موفق شد گل برتری ریال مادرید را به ثمر برساند و نیو کمپ را سکوت ساخت. ریال مادرید موفق شد در نیو کمپ بارسلونا را 2-1 شکست داد و برتری در برابر این تیم را جشن گرفت. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شبتان خوش. خداوند نگهدارتان.